به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و صحتمند باشید شاگرده عزیز به مضمون ریاضی سنف نهم خوش آمدید خب شاگرده عزیز و گرامی ریاضی سنف نهم فصل چندم هستیم فصل چهارم مسلسات و درس 8 هستیم امروز و درس امروز ما و شما چی میخونیم هدف درس ما و شما چی است دایره مثلثاتی و این را در درس های گذشته براتون گفتیم که در کتاب ما و شما نیست ولی چون نیاز داریم ما کمی براتون تشریح میکنم ولی در صنف 10 و یازدهم، به خیر دقیقش ما میخونیم که چی است درست شد فهمید چی رقم است دیگه پس ما دایره مثلثاتی کمی بر تشریح میکنم که عمو که یاد بگیریم که سوال های درس های بعدی رو بتونیم کار کنیم و قبلی که بریم درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته را به ما باید چی میکردیم روان میکردین از طریق چی از طریق واد سب. نمبرش هم چند است ۲ صفر ۹شچ ۷۸د ۲۵۵ ۴ ۱۳ درست است خب شاگردای عزیز بیریم سرتخته و دایره مثلثاتی را برتان میگویم که به چه شکل میباشد پس بریم سرتخته خب شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است دایره مثلثاتی گفتیم که در کتاب ما و شما نیست ولی چون نیاز داریم در درسهای بعد ما معادلات مثلثاتی را میخوایم بخوانیم باید دایره مثلثاتی را یاد داشته باشیم درست است پس من کمی تشریح میکنم برایتان که دایره مثلثاتی چی است ولی دقیقش در صنف های ده و یازده کامل میخوانیم بخیر درست است پس دایره مثلثاتی خب شاگرد عزیز اگر یادتان باشد ما گفتیم اگر الفای ما و شما یک زاویه حاده باشد یعنی از 90 کوچکتر باشد گفتیم که ساین کساین تانجانت و کتانجانت از رو میتونیم تعریف کنیم تعریف کردیم دیگه نه میتونیم به دست بیاریم ساین الفا رو چی تعریف کردیم زل مقابل بر وتر گفتیم در یک مثلث قائم زاویه اگر ما و شما بکشیم یک زاویش حاده باشد از 90 کمتر میشه دیگه 100 فیصد درست است ما و شما اگر یک زاویه چی داشته باشیم این مثلث قائم زاویه ما و شما باشد در اینجا زاویه 90 درجه است این زاویه الفا باشد درست است ساین الفا چی میشد زل مقابل بر وتر به عنوان مثال ای باشد ای بی باشد و وتر ما و شما سی باشد پس ساین الفا ما و شما چی میشه میشه زل مقابل بر وتر یعنی ای بر سی و این الفا چی میشه؟ این الفا چی میشه؟ دیادتان است زل مجاور بر وتر آفرین پس میشه بی بر سی و تانجان چی میشد؟ تانجانت الفا ترفیش بود؟ زل مقابل بر مجاور آفرین پس میشه ای بر بی پس ای بر بی و کتانجان چی میشد؟ کتانجان الفا دقیقا بر سرچپه تانجانت میشد میشه زل مجاور بر زل مقابل پس میشه بی بر ای صحیح یا را یاد تا دیگه نه تعریف کردیم و گفتیم سوالم کار کردیم دریافت کردیم میتونیم اما اگر زاویه ما و شما گفتیم زاویه باید حاده باشد از 90 درجه کمتر باشد خب ما زاویه های بیشتر از 90 هم داریم زاویه 120 درجه ساینش رو بخوایم دریافت کنیم گفتیم در تلفن میزنیم در ماشین حساب تلفن درست است برتان دریافت میکنه اما اگر جدول مثلثاتی که در سال گذشته خواندیم او هم تا 90 بیشتر نبود تا 90 درجه را به ما و شما ساین به عنوان مثال 40 درجه و 10 دقیقه برای ما و شما میگفت چند میشه. از جدول میتونیم دریافت کنیم و ما گفتم اگر چی باشد به شکل اعشاری دار باشد گفتیم از چه استفاده کو از تلفن از ماشین حساب تلفن استفاده کنیم. اما شما در ماشین حساب تلفن خودت بزن ساین 120 درجه ساین 120 درجه چند میشه بر تو جواب میده و نوشته میکنه یک عدد میشه درست است خب اما این 120 درجه که از 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 90 درجه بیشتر است دیگه حد نیست دیگه منفرجه است صحیح است اگر ما یک مثلث بکشیم که یک زاویه 120 باشد دیگه زاویه 90 ندارد دیگه درست است پس ما من مثال نگاه کنید زاویه ما شما 120 درجه باشد یعنی 120 درجه باشد خب در این مثلث دیگه زاویه 90 درجه جور نمیشه پس ما ساین 120 از روی مثلث قائم زاویه دریافت نمیتونیم یا را چه رقم دریافت کنیم ساین 120 درجه را به عنوان مثال زاویه‌ای که از 90 درجه بیشتر باشد از دایره مثلثاتی پس ما دایره مثلثاتی رو تشریح می‌کنیم به خاطر از اینکه ما بتونیم ساین کوساین تانجان و کتانجانت زاویه‌ای که بیشتر از 90 دریافت کنیم یا زاویه منفی را حتی بتونیم از دایره مثلثاتی دریافت کنیم به عنوان مثال زاویه منفی 30 درجه ما داریم در ریاضیات به این می‌رسیم به عنوان مثال ساین منفی 30 درجه رو دریافت کنیم چند میشه جوابش صحیح پس در مثلث یاره که ما شما کار کرده نمیتونیم پس به او خاطر دایره رو تعریف میکنیم که چی است و از دایره کمک میگیریم یاره دریافت میکنیم که جوابش چند میشه صحیح شد فهمیدید چرا رقم دیگه فقط یک نکته دیگه شاگردای عزیز در درس گذشته در آخر درس گذشته ما و شما چی گفتیم رادیان را گفتیم یاداوری کردیم براتون البته کمی گفتیم گفتیم دقیقش در صنف ده میخوانیم صحیح است و رادیان را گفتیم که ما و شما یک زاویه میتونیم از درجه به رادیان تبدیل کنیم و از رادیان به درجه درست است پس اونم یاد تا نفس دیگه نه دایره مثلثی رو پس به تعریف میکنیم میگیم که یک تا دایره بون ما تختر شاگرد عزیز دقت کنید دایره مثلثاتی میگیم یک دایره است یک تا دایره که شا از این دایره چند است یک واحد است حال یک سانتی متر یا هر باشه فرق نمیکنه شا از یک است که دقیقا مرکز از دایره در چی قرار دارد در مبدا مختصات همون همون محور ایکس و و خود ما درست است که در اینجا چی است اینجا صفر صفر است دیگه و شا از دایره چند است یک است یا یعنی معنیش است که در اینجا عدد یک است در اینجا صفر است در اینجا چی میشه منفی یک در بالا میشه مثبت یک اینجا صفر در ای پایین هم چی میشه منفی یک صحیح پس دایره مثلثی میگیم دایره بشه آی یک که مرکز آن در مبدا مختصات قرار دارد این محور ایکس بود یا محور وای ما و شما دیگه درست است و این چی هم نقطه صفر صفر است این نقطه چی است ایکس یک است دیگه نه در محور ایکس ها یک است این چی در محور وای ها یک است در اینجا منفی یک در اینجا هم چی است در محور وای ها منفی یک است میگم میگیم دایره مثلثاتی صحیح شد پس دایره بشه های یک که چی است مرکز،, مرکز, او دایره در مبدا مختصات قرار دارد خب عالی شاگرد عزیز دقت کنید ما و شما یک زاویه داشتیم یک زاویه اگر داشته باشیم این زاویه الفای ما و شما باشد زاویه الفا ما میایم که میکنم این زاویه را روی دایره طور میشانم که ما بتونیم تعریف میکنیم و میگم میکنی تاریخ چی رقم است صحیح است طور ما هم طوری تاریخ رو برات نگم تو دیگه از این به بعد زاویه ها رو به شکل نشان میدیم روی دایره و این زا... ای زاویه ما و شما یک تا یعنی یعنی زلش است درست است یعنی زل پایان است و این هم زل دیگه است خب ما و شما میام این قرارداد میکنیم یک تا از این زل های دا... زاویه را دقیقاً در قسمت مثبت محور ایکس ها ثابت میکنیم صحیح است این را ما چسب میزنه مکم که دیگه تکان نخوره یا مخ میزنیم یک تکان نخوره صحیح است و زل دوم زاویه را ما شما به شک میشه این زاویه الفای ما شما میشه ما زل دوم اگر باز کنیم چی میشه زاویه ما شما کلانتر میشه اگر بسته کنیم زاویه ما شما خورتر میشه درست است با عنوان مثال زل دوم ما شما باز کنیم دقیق کنیم پس زاویه ما شما چی میشه کلانتر است پس اینو قرارداد میکنیم شاگرد عزیز یک تا زل چی میکنیم 100 درصد در اینجا ثابت میکنیم در قسمت مثبت محور ایکس ها این دیگه ثابت تکان نمیخوره صحیح یعنی تکان نمیخوره فقط زل, زل دوم دیگه باز میشه زاویه ما شما چی میشه کلان میشه بزرگتر میشه بسته شوه باز چی میشه کوچکتر میشه پس این زل دوم ما شما اگر بیا به شک شکل باز شوه دقیقا به اینکه باز شوه چند درجه میشه آفرین زاویه ما شما میشه 90 درجه از یعنی زاویه ما و شما 90 درجه صحیح شد آلی از 90 درجه بیشتر ما میتونیم دریافت کنیم به این باز میشه دیگه تا اینکه باز شوه تقریبا میشه 120 درجه صحیح شد دانش عزیز این زاویه تقریبا 120 درجه است پس این قرارداد کردیم یک تا ز... ز... زل زاویه رو ما شما اینجا محکم کردیم که تکان نخوره فقط زل دوم باز میشه صحیح شد فهمید چه رقم است دیگه نه و یک قرارداد دیگه میکنیم شاگرد عزیز پس ما با این طریق ما میتونیم زاویه های بیشتر از 90 درجه را دریافت کنیم بیشتر از 90 درجه میتونیم چه در دا دا دایره خود بکشیم و دریافت کنیم که کجا میشه پس فعلا زاویه الفا ما و شما به عنوان مثل در اینجا باشه یعنی زاویه چه باشه زاویه الفا باشه و این قرارداد میکنیم اگر زل اول که گفتیم چی هست تکان نمیخوره زل دوم به با شک باز میشه اگر زل دوم ما و شما خلاف اقربای ساعت باز شوه زاویه ما و شما مثبت است و اگر زل دوم شما یعنی بیای یک چی شوه خرد شوه در روی از خر و باز به با شک بره از از جهت پایین بره اگر دیگه بر باز شوه زاویه الفا ما و شما منفی است این قرارداد میکنیم پس زا... به عنوان مثال ما اگر زل دوم ما و شما در اینجا نباشه بیایید در اینجا قرار بگیره شاگرده عزیز دقت کنید در اینجا قرار بگیره اینی زاویه ما و شما چی میشه؟ زاویه منفی الفا میشه سیست؟ پس ما به کمک دایره مسلسه میتونیم زاویه بیشتر از 90 درجه و زاویه منفی را تعریف کنیم فاهم نیچه رقم شد دیگه نه؟ اینجا چی میشه؟ زاویه منفی الفا میشه خب یک نکته دیگه یک نکته دیگه چی هست نکته دیگه است که دستن سنف به گمان سنف اشت پارسال پارسال بود یا سنف افتون بود به که دایره چی رو میخوانیم زاویه مرکزی رو خواندیم زاویه مرکزی چی است یا هست؟ زاویه مرکزی گفتیم یک زاویه در دا دا دایره که رأس آن زاویه روی مرکز دایره باشد و از لای دایره چی باشد شاه دایره باشد یعنی زاویه مرکزی است دقیقا همین زاویه‌ای که ما و شما می‌کشیم همین زاویه‌ای چی است زاویه, زاویه مرکزی است و یک نکته داشتیم زاویه مرکزی با قوس مقابل خود بر حسب درجه چی است مساوی است به عنوان مثال اگر 30 درجه باشد یعنی قوس مقابلش هم 30 درجه میشه صحیح از اینجا تا این قوس این قوس چی میشه چند درجه 30 درجه خب علی ما و شما گفتیم زاویه ما و شما زاویه با الفا را بالا بکشیم مثبت باشه زاویه الفا ما و شما به عنوان مثال در اینجا زاویه الفا باشد یعنی زاویه الفا ما و شما سه است آل یعنی زاوی الفا رو دیگه ما در اینجا نشان نمیدیم یعنی قوس هم میشه چی زاوی الفا میشه یعنی قوس از انجا تا انجا اینجا تا اینجا یعنی چون یک چی است زاوی مرکزی است و این را چی میگیم الفا پس دقیقا یعنی انتها را ما و شما چی میگیریم الفا میگیریم به جایی که دیگه بگیم زاوی الفا میگیم در اینجا میگیم یعنی قوس الفا چون قوس با زاویه چی است مساوی است چرا مساوی است چون زاویه چی است زاویه مرکزی است درست شد؟ فهمید چی رقم است دیگه نه؟ پس شاگردای عزیز دایره مثلثی دا چی است؟ یک دایره به شعاع چند یک مرکزش هم مبدا مختصات است. تا اینجا خوب فهمیدیم. یک زاویه چی رقم گفتیم؟ یک تا زلش همیشه چی میکنیم؟ ماکم میکنیم تکان نمیخوره. زل دوم اگر به خلاف عقربای ساعت باف شود زاویه ما و شما مثبت میشه. اگر موافق عقربای ساعت باف شوه، زاویه ما و شما منفی میشه. درست است؟ خب حالا فعلا به عنوان مثال امی زاویه ما و شما چند درجه؟ تقریبا 35 درجه است. صحیح شد زاویه الفا ما و شما 35 درجه است که چی است به این شکل است گفتیم که این زاویه وقتی الفا باشد این قوس مقابلش هم چی میشه اما هم الفا میشه دیگه ما زاویه الف با عنوان مثال بگیم در دا دایره مثلثاتی شما زاویه 30 درجه را پیدا کرد دیگه این زاویه را ما شما نمیکشیم فقط این انتهای کمانش میگیم اینجا 30 درجه است به عنوان مثال صحیح شد پس ما با قوس از بحث کار میکنیم چون قوس با زاویه چی است مساوی است چون زاویه های چی اند مرکزی هن. خب تا اینجا فهمیدیم که ما و شما یک تا زاویه روی دایره مثلثی چه رقم پیدا کنیم اما ساین کوساین تانجان کوتانجان چه چه رقم پیدا کنیم از روی دایره مثلثاتی نسبت های مثلثاتی چه رقم پیدا کنیم اگر در سایه گذشته یادتون باشد براتون گفتیم که سه تا زاویه بسیار مهم است 30 درجه 45 درجه و 60 درجه این هر شما باید چی یاد داشته باشید درست است 30 درجه 45 درجه و 60 درجه این هر سه یاد داشته باشید دیگه زاویه ها رو میتونیم از دایره مثلثی دریافت کنیم ساین 30 درجه چند است؟ یاد داشت گفته بودم فکر ساین 사인 درجه بگین آفرین یک بر دو که گفتن یک بر دو صحیح گفتند که 사인 30 درجه جذر سه بر دو درست است 사인 45 درجه جذر دو بر دو گویا 사인 45 درجه بازم جذر دو بر دو درست است پس او جدول باید یادتان باشد. خب وار که شما یاد داشته باشین دیگر با با نام مثل 120 درجه ما دریافت کنیم شد خب حالا چرا هم دریافت کنیم شاگرد عزیز دقت کنید چه رقم دراف میکنیم به عنوان مثال ما شما یک تا دا دایره مثلث دایره بر میکشیم ما این دایره مثلث ما شما باشد خب اینجا صفر است اینجا میشه یک در اینجا میشه منفی یک در اینجا مثبت یک و اینجا چی است منفی یک خب ما شما اگر یک تا زاویه در دا دایره مثلثی داشته باشیم به با عنوان مثال زاویه الفا زاویه الفا ما شما چند درجه باشد سی درجه باشد فرض میکن. گفتیم که زل دیگه ای بر همیشه ما کم میکنیم است یعنی زل چند درجه باشد یعنی سی درجه باشد در اینجا میگیم سی درجه که اگر باشد سی درجه رو بر حسب رادیان گفتیم چند شد پای بر 6. درست است یادتان است نه ساین سی درجه یا پای بر 6 درس گذشته گفتیم دیگه شما سی درجه بر رادیان میتونید تبدیل کنید میشه پای بر 6. یعنی زاویه سی درجه باشد ساین سی چند دو جدول است چند میشه یک بر دو. درست است خب عالی دقت کنید ما و شما این را قرارداد میکنیم محور ایکس ها را میگیریم محور از بعد میگیریم محور کوساین و محور وای ها را میگیریم محور چی محور ساین خب چه رقم معنایش چی است معنایش است که ما و شما اگر بخوایم شاگرد عزیز یک زاویه الفا داشته باشیم با نام مثلا سی درجه ما بخوایم ساین را دریافت کنیم شما باید از همین انتهای کمان به محور ساین عمود بسازی یعنی زاویه 90 درجه جور کنید زاویه درجه باید باشد صحیح پس از صفر تا اینجا یعنی عد نقطه کار چی است میشه ساین ما شما تا اینجا اینی میشه چی ساین ما شما که چند است یکی بر دو است دقیقاً از صفر تا اینجا یک است اینم نیمش است یک بر دو میشه سیست و اگر کساینش بخوایم از همین انتهای کمان به محور کوساین عمود میسازیم یعنی زاویه 90 درجه باید جور کنه پس از همین صفر تا همینجا میشه چی میشه کوساینش کوساین الفا که چند از کوساین سی درجه کوساین <الفا> سی درجه بود جذر سی بر دو سیست که جذر دقیقا همون جذر سی بر دو میشه پس اینو فهمیدیم ما شما اگر یک الفا یک زاویه در دایره مثلثاتی داشته باشیم و بخوایم ساین از رو دریافت کنیم باید چه کنیم باید به محور ساین عمود کنیم و از انتهای کمان به محور ساین عمود بسازیم و از صفر تا هر جا که قد کرد چی میشه ساینش میشه اگر کوساینش بخوایم دریافت کنیم باید چه کنیم باید, باید, باید بیایم از از انتهای کمان به محور کوساین عمود بسازیم درست است وقتی عمود ساختم دقیقا کوساینش دریافت میشه تا اینجا میدی. خب به مثال ما و شما چی میکنیم یک تا دا دایره میکشیم من یعنی دایره مثلث ما و شما ما و شما زاوی چند درجه زاوی 150 درجه با ما و شما گفته ساین 150 درجه پیدا کن ساین 150 درجه یا از 90 درجه بیشتر است دیگه نه با مثلث خود کار کرده نمیتونیم ولی ما با چی کار میکنیم با دایره مثلثاتی 150 درجه کجا میشه خب میفهمین دیگه اینجا اینو که میفهمین اینجا چند درجه است این خودش میشه 0 درجه در اینجا میشه 30 درجه 60 درجه این میشه چند در این نقطه میشه ما دیگه گفتیم تای تا کمان میگیم دیگه نه یعنی درجه میشه گفتیم یک زل همیشه در اینجا چی ثابت است این رو ما وقتی اینو میگی منظر ما نیست یعنی زل یعنی زاویه میشه 90 درجه پس ای چی درجه است اینجا چند میشه 180 درجه چون یک خط مستقیم میشه صحیح پس بون ما اینا رو نوشته کنیم بعد 150 درجه رو پیدا کنیم من اول اینا رو نوشته کنیم که شما بفهمین یعنی دایره ما شما اگر باشد صحیح این محور چی است شاگرد عزیز محور کوساین است و این محور چی است محور ساین است خب چند درجه که صفر درجه است صفر درجه اینجا میشه چند درجه؟ 90 درجه در اینجا میشه 180 درجه در اینجا میشه چند؟ 270 درجه چون به این شکل هستی که 270 درجه منظور ما یست شاگرد در دقت کنید 270 درجه به این شکل میشه اینی که گفتیم ما کم میکنیم اینی به این شکل است پس اینی زاویه ما و شما میشه 270 درجه باز شده سهیست؟ فا دیگه نه؟ 270 درجه باز اینی چی میشه؟ یعنی باز دوباره خودش میشه 360 درجه چون یک دور کامل زده 360 درجه میشه صحیح است خب زاویه 30 درجه کجاست اینجا تقریبا میشه 30 درجه اینجا تقریبا چند میشه 60 درجه چون شما از اینجا صفر از اینجا 90 از صفر به 3 به 3 تا 30 درجه تقسیم میکنیم نه 30 درجه 60 درجه و 90 درجه فهمید چی رقم شد دیگه 45 درجه هم دقیقاً چی است همین 90 به دو قسمت دو نیم تقسیم کنیم میشه 45 درجه صحیح است سوال خب به ما و شما گفته زاویه چند 150 درجه ساینش در یافت گفته فعال به ما و شما گفته ساین 150 درجه را درافت کو چند میشه خب 150 درجه ما بریم پیدا میکنیم که اول کجاست 150 درجه ما میفهمیم که اینجا چند بود 180 از 180 که 30 تا 30 درجه کم کنیم چند میشه 150 درجه آفرین پس 150 ما و شما در اینجا تقریبا میشه این اینجا میشه میشه 150 درجه خب آل ساین از بخوایم دریافت کنیم گفتیم از همین تای کمان به محور ساین باید عمود بسازیم محور ساین یعنی محور ساین است دیگه نه محور وای ها محور ساین است امیر عمود بسازیم دقیقا در اینجا قد میکنه و اگر شما شاگردای عزیز ساین سی در زاویه سی درجه رو خیاط داریم اینجا چند درجه است سی درجه است ساین سی درجه به محور یک سا اگر... به محور ساین ها اگر عمود بسازیم دقیقا در این نقطه هر دو, دو یکدیگر قد میکنه صحیح یعنی ساین 150 درجه با ساین سی درجه, درجه مساوی است فهمید چه رقم شده دیگه نه 30 درجه رو خود خب شما یاد داریم ساین 30 درجه چند است یک بر دو پس ساین 150 درجه هم چند میشه اما یکی بر دو میشه پس جواب چند شد یک بر دو اما کوساین 150 درجه چه رقم میشه کوساین 150 درجه شاگرد عزیز کوساین 150 درجه گفتیم باید به با محور کوساین عمود بسازیم محور کوساین کدام است یعنی محور کوساین است یعنی محور کوساین است یعنی محور, محور چی بود ساین به محور کوساین عمود اگر بسازیم دقیقا می کجا خط میکنه ده اینجا خط میکنه به محور کوساین از صفر تا اینجا چی میشه میشه کوساین 150 درجه خو چند است عدد چند است این از روی 30 درجه ما و شما میفهمیم چون 30 درجه دقیقا اگر ما کوساین چی دریافت کنیم اینجا میشه دقیقا از اینجا تا صفر میشه و این هر دو زل چی است با هم دیگه مساوی است اما س... کوساین 30 درجه در قسمت مثبت هاست میشه مثبت جذر سه بر دو حفظ داره مثبت جذر سه بر دو اما کسانی 150 درجه ده در چی است در قسمت منفی است چون از صفر به او بر مثبت از صفر به بر دیگر. منفی است دیگه پس میشه منفی جذر سه بر دو صحیح پس کسانی 150 درجه چون جای او بر جای بر میبر نوشته میکنه منفی جذر سه بر دو صحیح شد چاگرد عزیز پس ما و شما با دایره مثلثات میتونیم چیکار کنیم میتونیم ساین کوساین تانجان و کوتانجانت دیگه زاویه ها با نام مثال 150 درجه 120 درجه 135 درجه هر زاویه که بخوایم میتونیم در البته زاویه هایی که بر اساس چی است ضریب های 30 درجه 45 درجه و 60 درجه است و, و سوال از ما امیار میخواد صحیح است شما 30 45 60 رو باید یاد داشته باشید به با عنوان مثال زاویه 60 درجه شاگرد عزیز زاویه 60 درجه رو خود یاد داریم ز... دو تا 60 درجه میشه چند میشه 120 درجه پس من زاویه 120 درجه رو نظر به زاویه 60 دریافت میکنم عددایش دقیقا همون عدد است ولی علامش تبدیل میشه علامش چه رقم تبدیل میشه من تختر پاک میکنم و برد میگم که یک نکته میگم با اون نکته دیگه کار ما بسیار آسان میشه سایست خب شاگرد عزیز و گرامی یک نکته برتون میگم و درس امروز ما و شما خلاص میشه اون نکته چی است ما اون نکته ای است که اگر ما و شما یک دایره مثلثاتی داشته باشیم یعنی دایره مثلثاتی ما و شما باشد این محور چی است محور کوساین است و این محور چی است محور ساین است صحیح خب دایر مثلث دماغ شما به چهار چه ساحه تقسیم میشه ساحه اول ساحه دوم ساحه سوم یا ساحه چهارم یا رب میگن رب اول رب دوم رب سوم رب چهارم صحیح است ناحیه ساحه رب هر کدام میگن فرق نمیکنه در ساحه اول اگر زاویه ما و شما دقت کنید در ساحه اول باشد کلش مثبت است ساین کوساین تانجان و کوتانجانت صحیح است ساین کوساین تانجان و کوتانجانت مثبت است در ساحه دوم فقط ساین مثبت است کوساین تانجان و کتانجان اگه دریافت کنیم منفی میشه جوابش اگر جوابش منفی میشه در سایه سوم تانجانت و کتانجانت مثبت است ساین و کوساین منفی است اما در سایه چهارم فقط کوساین مثبت است دیو منفی است ساین تانجان و کوتانجان منفی است این باید یاد داشته باشید اما این رو به, به شاگردان میگم به شکلی ما نوشتن میکنه به شاگردان میگم که all آل شوگر تو کافی معنا است. آل یعنی همه همه مثبت است ساین کوساین تانجان کو تانجان مثبت است شکر اولش دارد اولش اس دارد اس چی است ساین فقط مثبت است دیگه کلش است منفی است در چی است در سایه سوم تی چی است تانجانت و کوتانجان فکرتان باشه تانجان و کوتانجان همیشه علامش با هم دقیقاً یکی است مثبت باشه کوتانجان مثبت است پس تانجان کوتانجان مثبت است دیگه منفی است و در سایه چهارم چی است سی داریم چی است کوساین فقط کوساین مثبت است دیگه کلش چی است منفی است از این نکته شما میتونید چیکار کنید جواب را دریافت کنید به عنوان مثال من میخوایم چی دریافت کنیم شاگرد عزیز به عنوان مثال من میخوایم نسبت های مثلثاتی ساین 120 درجه را گفته دریافت کنید کوساین 120 درجه را دریافت کنید تانجانت 120 درجه را دریافت کنید و کوتانجانت 120 درجه من میخوایم یار دریافت کنم سیکس چند میشه جوابش گفتیم ما و شما یک دایره میایم بکشیم دایره مثلثاتی 120 درجه رو پیدا میکنیم این محور چی است این محور کوساین است و این هم محور ساین است 120 درجه رو که من پیدا کنم شاگرد عزیز 120 درجه از 90 درجه 30 تا کتر شه میشه 120 درجه دقیقاً اینجا میشه 120 درجه این با کدام سه زاویه مهم ما و شما 30 45 60 بسیار مهم بود ای با ای با این با 60 است دیگه نگاه کن یعنی زاویه 60 درجه ما و شما اگر باشد ما اگر بیایم سای نیار دریاف کنیم دقیقا همدیگر در یک نقطه قطع میکنن پس 120 با ش... شا... نظر به شخص با, شا... با جوابش نوشته کنی چون با شخص شا... مساوی است اوکی فهم نشه رقم شد دیگه مساوی نه ضریب ز... چی است شخص است دو برابر شخص است خب حالا شرخ هم گفتیم گفتیم اعداد و جواب های هم جواب است فقط در ساحه چند است 120 ما و شما در ساحه دوم است ساحه دوم چی مثبت است فقط ساین مثبت است پس عددای ساین 120 درجه با ساین 60 درجه مساوی است هم مثبت است دیگه خب ساین 120 چند بود ساین 60 درجه دیگه ساین 60 درجه یاد داشته باشین ساین 60 درجه میشه جذر 3 بر 2 پس هم میشه جذر 3 بر 2 صحیح کوساین 120 چند بود 120 دو بود کو 60 درجه یاد داشته باشین کوساین 60 هست 1 بر 2 ولی چون 120 در ساحه دوم است میشه منفی 1 بر دو. پس این چی میشه منفی یک بر دو تانجانت 60 درجه چند است تانجانت 60 درجه جذر سه بود اما در اینجا چی است منفی جذر 3 و کوتانجانت چی بود کوتانجانت 60 درجه جذر 3 بر سه که در اینجا میشه منفی جذر 3 بر سه. فهمید چرا خم شد پس شما به ما و شما اگر سوال بگه که چی ساین 150 رو پیدا کو تو 150 رو میری چک میکنی که 150 با چی با زاویه 30 درجه 5 تا 30 درجه میشه 150 درجه صحیح است پس با زاویه 30 باید تو چک کنی و نسبت های مثلثاتی عددار از زاویه 30 درجه میگیری فقط علامه ها رو 150 با در به چند است دسته دوم است چون 150 اینجا میشه دسته دوم باز دوباره فقط ساین مثبت است دیگه کل چی است منفی است فهمید چرا خم شد پس کار خانگی شاگردای عزیز کار خانگی نسبت های مسلساتی زاویه های الفا مساوی است با 135 درجه بیتا مساوی است با 225 درجه و تتا مساوی است با به عنوان مثال 300 درجه صحیح است و گاما مساوی است با چند درجه؟ این درجه است بگیم 210 درجه پس شاگرد عزیز الفا 135 درجه 225 درجه 300 درجه و 210 درجه شما نسبت های مسلح سادی ساین کساین و کتانجان شد باید چه کنید؟ باید از این دایر مسلح دریافت کنید دایره می‌کشید، میری زاوی 135 پیدا می‌کنید. 135 درجه با کدام از تا زاوی مهم ما شما سر میخوره با 45 درجه چون 45 تا دو تا 45 درجه چند میشه؟ تا 45 درجه چند میشه؟ 135 درجه میشه و با 225 باید چک کنی با کدام از این سه زاویه 30 45 60 سر میخوره که با پس زاویه رو پیدا میکنی عددا رو از اون میگیری فقط ببینی که در کدام ساحه قرار دارد در دا هر سایه بود علامش میفهمی از اینجا که چی است همه مثبت فقط ساین مثبت تانجان کوتانجان مثبت و کوساین مثبت درست است پس این واسه چی از کارخانگی تانس شاگرد عزیز پس اینی کارخانگی شماست یارو باید چی کنه دریافت کنی و ما روان کنی درست است خب شاگرد عزیز درس امروز ما و شما همینجا خلاص میشه دایره مثلث رو کمی مختصر براتون گفتیم چی هست و گفتیم چه رقم میتونیم دیگه زاویه ها را ما ساین کساین تانجان و کتانجان شد دریافت کنیم <متصفح> شاگرده عزیز و گرامی پس دایره مسلسه رو من براتون تشریح کردم که چی هست پس من را تیک مارک میکنم سه است و پایان درس هشتم کارخانه گیر براتون در سر تخته گفتم دیگه کارخانه گیره نوشته کردم شما به ما روان کنید و از طریق چی روان میکنید از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964 780 255040 13 درست است شاگرد عزیز درس امروز ما شما خلاص میشه خب شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین خداحافظ